سلام دوستان عزیز خوش آمدین به یک ویدیو دیگر من در این ویدیو توب یک آپدیت اساسی مهم از بازار ارزهای دیجیتال بیت کوین اتریوم و بعضی از آلت ها را برای شما میدم خبرهای مثبت و منفی تکنیکالی و فاندامنتالی از مارکت برای شما در این ویدیو جمع آوری کردم خبرهایی که ما فعلا در دست داریم خبرهایی که در پیش رو هسته مارکت در یک صحنه خیلی حساس قرار گرفته فقط ویدیو رو تا آخر ببینید قبل از شروع ویدیو مثل همیشه هم برای حمایت کانال کافی فقط روی دکمه لایک کلیک کنید بالا کاتون کانال حمایت کنید جدید هستین در کانال کانال سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش آل قرار بدین تا هر بار من ویدیو جدید در کانال آپلود کردم شما ویدیو رو از دست ندین فقط ویدیو رو تا ها با من همراه باشین خبرای خیلی زیاد ما برای شما خبرهای مهم برای شما در این ویدیو جمع کردم بیت کوین در حال حاضر روی 21000 رو 878 دلار هستن بیت کوین تا 22000 دلار هم در 24 ساعت گذشته بالا رفته این بالاترین قیمتی هست که بیت کوین در 24 ساعت گذشته دیده پایین ترین 21665 دلار ایتریوم فعلا روی 1534 دلار بینبی بین بی 308 دلار اکسارپی آر سنت کاردانا 36 سنت دوچ 8 سنت ماتیک 1 دلار و 29 سنت دارای کل بازار ارزهای دیجیتال 1.07 تریلیون دلار 1.2 درصد افزایش در 24 ساعت گذشته دامنان بیت کوین فعلا روی 39.4 درصد مالی تریوم 17.3 درصد حجم معاملات کل بازار کریپتو 45.6 میلیارد دلار در 24 ساعت گذشته قبل از اینکه در ادامه ویدیو بپردازیم همه شما باخبر هستین و باخبر هم باشین برتان یاد داشتم کنین فردا نه پس فردا ساعت دو بعدازظهر بعد به وقت اروپا که طرف های پنج بعد از به وقت آسیا میشه تورم مصرف کننده ای آمریکا میایه و کور سی پی آی آمریکا تورمی که غذا و انرژی شاملش نیست اردوتاش اساسی مهم است انتظارات برای تورم مصرف کننده 6.3 درصد برای کور انفلیشن 5.4 درصد اگر تورم مصرف کننده آمریکا روی 6.3 درصد یا پایین تر از 6.3 درصد بیا برای مارکت خوبه و همطوری اگر این بر اساس انتظارات یا پایین تر از انتظارات بیاد اگر بالاتر از انتظارات بیاد بیا بدانین که زیاد برای مارکت خوب نستم فعلا تورم اصلی روی 6.5 درصد هستم این من در تویتر دیدم خواستم در موردش بر شما صحبت کنم و در ویدیو دیروز یوتیوب هم یک کوچیک بهش برای شما اشاره کردم که فعلا دولت آمریکا کوشش میکنه که توسط بانکا ارزهای دیجیتال سرکوب کنه ارزهای دیجیتال نابود کنه چطوری کاری کنند که هیچ بانکی داخل کشور آمریکا برای شهروندان آمریکا برای سازمان ها برای هیچ کس اجازه نده که اونا بتونن پولشان وارد بازار ارزهای دیجیتال کنن و یک راهی است که کلا یعنی دسترسی شهروندان آمریکا را به دیجیتال ممنوع کنن من فکر نمیکنم که دولت آمریکا با این کارش موفق بشه اما فعلا خبرهای دیسپدیس میشه که دولت آمریکا دنبال این کار هسته دیروز بلک راک بزرگترین صندوق سرمایه گذاری جهان هم یک مقدار پول بیشتر روی سهام سیلور بانک سرمایه گذاری کردن سیلور بانک پادشاه بازار ارزهای دیجیتال داخل کشور آمریکا است بانکی که توسطش همه داخل کشور آمریکا پولشان وارد بازار ارزهای دیجیتال میکنه سرمایه گذاری بلک راک روی سهام سلور... روی صحام سلور بانک یک نوع سرمایه گذاری یک نوع دسترسی به کل بازار ارزهای دیجیتال درسته یه خبر منفی هستی که فعلا ما و شما باید زیر نظر داشته باشیم و خبر منفی بعدی دیگه قزاقستان یکی از کشورهایی است که بیشترین استخراج کنندگان بیت کوین داره و بر اساس قانون جدیدی که رئیس جمهوری این کشور امضا کرده باید ماینر های بیت کوین داخل کشور قزاقستان 75 درصد از درآمدشان توسط استخراج بیت کوین باید بفروشه و مالیات بده. دیگه کازاکستان یک کشوری است که تعداد زیاد از ماینر های بیت کوین اونجا کار میکنن فعالیت میکنن یک کمپانی داخل کشور روسیه که مربوط به خود دولت روسیه میشه یعنی کمپانی مال دولت روسیه هست این کمپانی اعلام کرده که میخواین یک کمپانی استخراج بیت کوین بسازه با 30000 استخراج بیت کوین خبر اساسی خوب برای بیت کوین و قدیمی ترین بانک برزیل اسمش هم همین جا بود اسم بانک بانکو دا, دا برازیل هستن این بانک اعلام کردن که از و بعد شهروندان برازیل کسانی که از این بانک استفاده میکنن میتونن توسط این بانک مالیاتشان با بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال پرداخت کنن خبر خوب برای مارکت این دیشب برای شما در اینستاگرام هم استوری کردم نشان میده که فعلا نهنگ های داخل صرافی بایننس در حال خرید هستن 62.15 درصد از حساب های داخل صرافی بایننس فعلا پوزیشن های لانگ بسته کردن لانگ برای رشد بیت کوین و شورت برای پایین رفتن بیت کوین هستن معمولا اکثریت وقت دیگه ببینیم روزهای پیش رو چه اتفاق میفته هفته پیش رو واقعا اساسی مهم هسته و دیدم میشه که قیمت های فعلی بیت کوین یک ساپورت یک حمایت خیلی بزرگن برای بیت کوین 5.93 میلیون از آدرس های بیت کوین 3 میلیون از کوین های بیت کوین ها بین قیمت 16600 تا 21000 دلار خرید کردن ناحیه قیمتی فعلی بیت کوین یک ناحیه حمایت خیلی بزرگ چیزی که از پایین رفتن بیت کوین میتونه جلوگیری کنه حالا نه اینکه بیت کوین اصلا نمیتونه بره پایین منتها نقطه حمایت خیلی بزرگه و همطوری برای ایتریوم اتریوم قیمت 1581 دلار و 1623 دلار یک نقطه حمایتی خیلی قوی هستن دو اشاریه میلیون از آدرس های ایتریوم 9.19 میلیون از کوین های اتریوم و بین 1581 دلار تا 1623 دلار خرید کردم و اینجا را ببینید میانگین کوین های بیت کوینی که داخل یک ولت نگه داشته میشه 3.8 سال هست یعنی میانگین کوین های بیت کوینی که خریده میشه بعد داخل همون ولت همونجا نگه داشته میشه در یک مدت خیلی طولانی دیگه همونجا هستن یعنی میانگینش 3.8 ساله ببینید که اعتماد مردم یا باور مردم نسبت به آینده بیت کوین هر روز فقط بیشتر و بیشتر میشه وقتی ما تو یک کوین خرید میکنیم و او رو در یک مدت طولانی نگه میداریم پس به معنی که ما او تو روی آینده او کوین یا او پروژه هر سال سهام باور داریم که آینده خوب پتانسیل خوب جایگاه خیلی خوبه داره یک آپدیت از آنچین بیت کوین برای شما بدم بزار کجا شد اینجا برم روی میارهای فیوریت ما شاخص اس او پی آر فعلا یک کوچیک رشد کرده برگرده بالای خط سیاه خوبه ننگایی که حداقل هزار بیت کوین داره اینا کار خاص انجام ندادن ننگایی که حداقل ده هزار بیت کوین داره اینا هم دیروز کار انجام ندادن ننگایی که حداقل 100 تا بیت کوین داره اینا یک کوچیک فروختن وارزی تریوم داخل صراف یا زیاد تغییر نکرده خروجی بیت کوین از صرافی یک مقدار کم شده شاخص هش بیت کوین رو ببینیم تقریبا به بالاترین سطح آل آل درسته تقریبا حالا در چند روز گذشته یک مقدار پایین آمده ولی بازم بالا هست شاخص ام وی و آر وی بیت کوین رو ببینیم یک کوچیک پایین آمده بود شاخص سوفی... شاخص این شاخص ها مثلا چیزای هست که اکثریت وقت قبل از رشد قیمت میتونه جهت برای ما نشان بده دیگه شاخص ام و آر پس پس دوباره رشد کنه مثل شاخص سوپی و دیگه شاخص های بیت کوین میتونه چیز مثبت برای بیت کوین باشه حتما مرد در اینستاگرام فالو کنین نام اینستاگرام دغم نام یوتیوب مشتبه کپیتاله امیدوار هستم که ویدیو امروز یوتیوب برای شما دوستان مفید بوده باشه بودن لطف کنید ویدیو لایک کنین کانال سابسکرایب کنین کامنت بنویسین تا ویدیو بعد خدا